پذیر داره. در شرایط افغانستان خصوصا در شهر کابل وزارت شهرسازی وظایف و مسئولیتایی که داره بهتر است که به این اشاره کنیم که کدام است. وزارت شهرسازی دارای چهار برنامه اساسی است. برنامه پلانسازی شهری است، یعنی پلانهای شهری افغانستان رو باید جور کنه که شامل پلانهای ماستر پلان میشه که بر روی ماستر پلان ها پلان های تفصیلی جور میشه، پلان های استراتژیک است، منطقوی است، پلان های شرکای معلمین و همچنین رابط مهاجرین و سایر پلان ها میشه. و این پلان ها رو وقتی که ما جور میکنیم مرجعی که به او تصمیم داده بشه حسن شاربولی هاست. شاربولی ها وظیفه شان تطبیق همچه پلان هاست. در راستای تطبیق بالاخره اداره که باید باشه نظارت مراقبت کنه که دیگه اینمیج یک مشکل پیش شده که فرضاً بس اوقات شاربولی های محترم هم طرح میکنن، هم تطبیق میکنن، هم نظارت میکنن. امیر ما میخواستم خسام کنم که کنترول ازیره که میکنه دست آخر عرض ماده میده. در شهر کابل تقریبا وزارت شهرسازی ساختمان های دولتی را که وزارت خانه هست، ادارات هست، ساختمان هست تقریبا یا رو ما طرح میکنیم، دیزاین میکنیم و نظارت از تطبیقش میکنیم. بله. اما دیگه شهر ساختمان هایی که شما به او اشاره کردید مثل فرضاً اوتلاس ساختمان های رایشی بلند منزل است و سایر کامپلکس هایی که در وجود داره یا مربوط به شاربولی بوده کابل است. ما در شهر کابل ای البته شاربولی کابل با ظرفیتی که داره خود از این مراقبت و نظارت میکنه و تطبیق. دقیقاً. آقای سوال که یک چیزی را که من همیشه خوش دارم همی شیوه سوال کردن من نقد گونه نیست و درد دل گونه است، مثل که همکار عزیزم رویا جان پیشتر مطرح سخن جناب شما. من زحمات شما را درک میکنم، میبینم که واقعا با مشکلات دستگریبان هستین. از یک طرف غصب زمین های دولتی است، از یک طرف خودسر است، از یک طرف زورگوی ها است، از یک طرف از ملی تفنگ استفاده کردن. قانون خو نیست، در حالی که قانون یک شهر خراب آباد کردنش و قانون وجود داره. خوب سعی قانون ما داریم، ما متاسفانه مراجعی که قانون را تطبیق بکنه در این خصوص ساختمان سرنوشت ساز است. یک زلزله میشه حداقل با مقیاس 6 درجه یا 7 درجه اگر زلزله شوه فکر میکنم اکثر تعمیرها میریزن پایین میغلطن، حیات مردم در خطر است. در اینجا شما کار کردین، زحمت کشیدین، از شخصیت شما، از شخصیت خودتون من خیلی خوش هستم. یک پیشنهاد که کوچک دارم به واسه سوال، چی گونه یک راهکاری را باید ما اول انتخاب بکنیم که از خودسر بودن در قسمت ساخت و ساز تعمیرها جلوگیری کنیم و از طرف دیگه مردم قانع بسازیم که برادر تو اگر غصب میکنی زمین دولتی را یا یک تعمیر میسازی سبا روز اگر یک کدام حادثه رخ میده تو با عنوان یک قاتل ملی شناخته میشی، مردم از بین میرن، تو پول در جیبت انداختی رفتی پشت کارت. اما در اینجا یک میکانیزم اگر ایجاد بکنین و کدام میکانیزم خواهد باشد؟ خیلی خوب. در ارتباط با کنترل از کیفیت ساختمان، وقتی که یک ساختمان جور میشه عوامل مختلف در جریان طرح و دیزاین زیر به کار برده میشه. موضوع محاسبات زلزله در ساختمان های بلند منزل از شرایط و الزامات بسیار حتمی است. ساختمان هایی که در وزارت شهرسازی ما جور میکنیم همیشه در مقابل زلزله محاسب میشه. یک کسی پروفیسور یا پدر خاک گفته میشه که امریکایی بود به نام ترزاگی. ترزاگی ما در دوران فاکولته خوانده بودیم. ترزاگی میگفت که اگر خانه مرغ جور میکنی باید خاکش را تست کنی. یعنی تمام الزامات و لوازم شرایطی که در راستای یک ساختمان است باید تصدیق شود، محاسبه شود، در نظر گرفته شود. زلزله و همچون بارهای عمودی و افقی باید همیشه در این شامل شود. میکانیزمی که جلوگیری و کنترل شود و نمو مربوط به چه میشه؟ مربوط به کمیسیون ویزه نقشه ها میشه. کمیسیون ویزه نقشه ها هم در شاربولی کابل است و هم در وزارت شهرسازی است. کمیسیون ویزه نقشه ها در ساختمان ها را من خودم مسئولش هستم و از وقتی که ما ایره جور کردیم و ما گفتم میتونم که فساد اداری در هیچ وجود نداره. در وقت معینش بسیار به اسرع وقت یک ساختمان که فرضاً تعمیرای 5 منزله است، 10 منزله است، 6 منزله است، 4 منزله است که از سایر نقاط ولایت افغانستان به جمع یا شهر کابل می شهر کابل بعد بعد ما ساختمانایی که مربوط به چوکات دولت است یا رو ویزه میکنیم و از شهرهای دیگر افغانستان هم دولتی است و هم تجارتی و شخصی است. و در این کمیسیون ما طرز عمل داریم، روش داریم که ما تمامی روش ها را تطبیق میکنیم. یکیش موضوع زلزله است. زلزله بسیار نقش اساسی داره، چرا افغانستان در خط زلزله قرار داره. یا خط زلزله، سه خط زلزله در دنیا وجود داره. خط زلزله اول خط زلزله مدیترانه است که از کوههای همالیا شروع میشه با عبور از مناطق کشمیر و پاکستان و افغانستان و بالاخره ترکیه به بحر مدیترانه وصل میشه. افغانستان و خصوصا کابل در این خط قرار داره و این
جدا باید است که تمام مراجعی که دایی چیز میکنه مسئله زلزله باید محاسبه کنه و ساختمانایی که در شهر کابل خصوصا ساختمانای هتل هاست کمپلکس های رهایشی است تجارتی است یا کلش در چوکات شاربولی محترم کابل ویزه میشه کنترل میشه نظارت میشه که البته صلاحیت منیسی که شاربولی پایتخت مرکز است اونا به دوش دارن میشه که در راستا از دوستای شاربولی ما در راستا سوال شد آنچه که مربوط به وزارت شهرسازی است کمیسیون ما فعال است ما هیچ ساختمانی که از دو منزل بالا باشه ما بدون کنترل زلزله و سایر شرایط دیگه که مربوط به ساختمان میشه از پیش متر میشه آقای سالک شما راجع به کمیسیون ویزه نقشه ها صحبت کردین آیا این کمیسیون رقمی است که خودشان به سراغ مردم میره یا ای که مراجعین به شما مراجعه میکنه شما در جریان هستی که وقتی که یک شخص در چوکات ماستر پلان فردا در شهر میدان شهر وردک میدان شهر است در ولایت میدان وردک بله. یک ساختمان پنج منزله است اینا از طریق شاربولی چرا تطبیق پلان مربوط به شاربولی میشه وقتی که یک بلاک یک تعمیر دیزاین میشه به بخش توزیع میشه به یک شخص این شخص مجبور است که ایره چه کنه دیزاینش کنه توسط انجینرها یا مهندسین میتونه توسط سکتور خصوصی دیزاین کنه حالا این باید از کسب اجازت کنه که این ساختمان چه کنه شروع به کار کنه اینجا است که از طریق شاربولی یا از طریق خودش درخواست میتونه به نولی وزارت امور شهرسازی در چوکات طرز العملی که داره در کمیسیون مندازه ممکن اگر اسناد نقشه‌اش و طرح دیزاینش تکمیل باشه در ظرف 10 روز یا در ظرف 15 روز نهایتش از یک ماه باید تجاوز نکنه ویزا میشه زیر مکتوب رسمی به این داده میشه که فرضاً تو میتونی که ایرا کار کنی و به نمایندگی شهرسازی در ولایت مربوطه خبر داده میشه که از این وزارت مراقبت کنه در ولایت ما مشکل نداریم بله و اگر کدام نکته باشه که واقعا مهم باشه همونجا دیگه گفته میشه که اجازه نداریم اول وقتی که مراجعه میکنه تیم تکنیکی وجود داره که نقشه را میبینه چرا یک نقشه ساختمان متشکل از طرحهای مهندسی است طرحهای انجینری است شبکات تکنیکی است که مسئله آبرسانی کانالسیون محیطزیست است مسئله مرکزگرمی همه الزامات است یا رو مطالعه میکنه و سند ملکیت است چیزی مهم سند ملکیت است وقتی که همچون کمبوتات باشه این کمبوتات چی میشه زریر مکتوب رسمی دوباره سال میشه پس دوباره او تکمیل میکنه بالاخره جلسه عمومی دایر میشه وقتی که از همه جا درست بود زریر مکتوب رسمی به او خبر میدیم که نقشه شما کار شما ساختمان شما آماده کنه بله. آقای سالک یک موضوع دیگر را میخواستم یادآوری بکنم اویی که شما یادآوری کردین مسئله بسیار مهم فعلا در شهر کابل کانالیزاسیون و ای که جویا در پلی سرکات درست شده بسیار مقبول بسیار خوبی بله. ولی شاید از این هم هستیم که هنوز فکر میکنم این جویا به هم ارتباط پیدا نکرده بله. چی رقم است؟ من میخوایم فقط بفهم آینده که من یعنی انشالله به زودی شایدش باشم که دیگه از بوی و تفون و اینا به خیر نجات بیافیم چی است؟ چی رقم است؟ یعنی سرکا باید اول سرکا بله. درست شده همه که بله. اینا به هم ارتباط پیدا بکنه بله. و دست آخر به کجا بر بگرده؟ باید در قسمت به ارتباط به پاکی شهر، صفایی شهر و ایجاد سیستم کانالیزاسیون در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان عرض کنیم که ما پیشنهاد ما ایست که نظام مدیریتی در شاربولی ها باید تغییر بخوره یک از طرحهایی که سازنده باشه امیز که نظام مدیریتی در شاربولی های افغانستان تغییر بخوره خصوصا در شاربولی کابل اگرچه گپ ممکن دوستای شاربولی اونا در این راضی نباشن و سیستمی که فعلا حاکم در شاربولی کابل یا در سایر شاربولی ها محصول و نتایج 70 سال 80 سال 90 سال پیش است بله ما باید دولت باید است که به حیث به اصل عامل مدیریتی باشه که اینا در شهر تمام قوانین مقررات تنظیم کنه بده همه کارا رو به سکتور خصوصی بده دولت تدارک بودجه کنه فن کنه نظارت کنه مراقبت کنه و سکتور خصوصی دیگه کار کنه در ارتباط با پاکی شهر و مسئله ایجاد کانالیزاسیون و این یک چالش بسیار بزرگ است شما ایره میدونه که پروژه کانالیزاسیون داشتنش در شهرها خیلی بودجه بسیار بلند و هنگفت کار داره بله. یک آبهای روی زمین است که سرفیس درینج میگیره آبهای روی زمین است که چطوری تنظیم میشه از جوهای خرد به کلانتر بالاخره به زابر عمومی که از داخل شهر پیدا بیرون شوه و یا ای که زابر عمومی را انتقال بده به یک مرکز تصفیه خانه که در سایر شهرهای دنیا خود شبکات کانالیزاسیون از دو بخش تشکیل میشه یک آبی است که از تشنابا و آشپزخانه ها آب فاضلاب است و یک آب های روی زمین است که از سر آبای باران یا سایر آبایی که در روی زمین جریان داره که هر دوزی به تصفیه خانه میره در این راستا تلاش های بسیار زیاده وجود داره که وزارت امور شهرسازی منیس پالیسی ساز در سکتور شهری در سکتور چرا ما میبینیم که شاربولی های افغانستان وجود داره شرکت آبرسانی کانالیزاسیون که جدید از وزارت شهرسازی چند سال شده مجزا شده به این شرکت دولتی که چند وزارتی را کنترل میکنه
خوشبختانه چاره اساسی که شهر کابل باید کانالسون شود همین که تر کانالسون شهر کابل برا بیفته. این جوی هایی که شما پیش را اشاره کردید بسیار کار آسان است که با توجه به میل ازی این جوی ها باید تنظیم شود، به زابر دومی بره، به سیمی بره، بالاخره یا به دریای کابل یا به زابر عمومی که در سایه وزیرآباد است آب میتونه شروع شود. در این اواخر تلاش هایی که شرکت آبرسانی کانالسون داشت، وزارت امور شهرسازی داشت، ما طرحی را به کابینه افغانستان پیشنهاد کردیم، کمیته اجرایی فاضلاب به وجود آمده و بانک جهانی حاضر شد که قسمتی از کابل تحت مطالعات خود قرار بده. بعد از مطالعات دیزاین کنه و ساختمان اقدام کنه در راستای تاسیس و ایجاد شبکه کانالسون و تصفیه‌خانه که البته قسمت جنوب کابل است. بله. چرا قسمت جنوب کابل است؟ ما گفته میتونیم که ساحه احمدشاه بابا که در زون قیمت است الی ساحه مکلیون به اصطلاح ساحه اوزه 16 میشه. این قسمت فعلا قرارداد تکمیل است، مطالعات امکان سنجیزی که فیزیبل استدی است این فعلا جریان داره، پشت ساختمان دیزاین رو ساختمان است و ما تلاش داریم که بتونیم که متبقی بخشای کابل شامل این مرحله بسازیم. چرا پروژه کانالسیون از چندین بخش تقسیم میشه؟ مطالعات امکان سنجی است، مسئله تر و دیزاین تفصیلی پروژه است و بالاخره ساختمان است که خوشبختانه مقدار یک مقدار بودجه را به همکاری وزارت محترم اقتصاد، وزارت محترم مالیه در سال 1393 خورشیدی شامل پلان ساختن در وزارت شهرسازی و از اون طرف ما تلاش هستیم که با بخش آلمانا که اونا همکاری مستقیم خصوصا در بخش آب و فاضلاب دارن در سال آینده بتونن که مرحله اول کانالسیون که مطالعات امکان سنجی است که کار شروع کنه و یک پروژه بسیار بزرگ است. بله تشکر بسیار زیاد و یک بسیار خبرای خوش دادین برای همه بیننده‌ها، برای همه ما و امیدوارم هستم کسایی که میتونن و توانمندی از زیر دارن کمک بکنن، یعنی کسایی که واقعا میتونن، یعنی اونا کسایی هستن که اگر بخواین ما کسایی داریم، تاجرای داریم که اونا خودشان به این سم بگیرن دنیا گل و گلزار میشه. و یک خواهش کوچک دارم دستندن کارانه کسایی که در این راز هستن اگر جریمه را وارد از این چیز بسازن و کسی که نکنه کار و یا پاکی و یا اصلا پیش روی دکان خود میبینیم که بسیار دکاندارای عزیز ما یک فاضلاب یک کثافت دانی درست کردن، اگر اونا جریمه شن ولو که مقدار کمی هم باشه همه پول دوست دارن، زحمت میکشن به خاطر پول و او وقت من فکر میکنم که متوجه میشن و جدی میگیرن. دوستان عزیز یک وقفه کوتاه داریم، میریم و دوباره برمیگردیم به گلبانک. تصویر خراب شد. چرا؟ چی گپ شد؟ حرکت نکن. رکس امشب ساعت 8:30. امروز